در آنچه اصلاح طلبان واقعا موجود هستند، هم دستی از درون و هم دستی از برون دخالت داشت، تأثیر داشت. اما بی تردید من اون دستی که درون بوده رو مؤثرتر میدونم، نقش آفرین تر میدونم. با قول بزرگی و بعد هم به تبع او مرحوم شریعتی میگفت که وقتی یک حرکت تبدیل به یک نظام میشه، یک انقلاب تبدیل به یک نظام میشه، از حرکت میسته. تئوری تغییر تبدیل میشه به تئوری بقا. و این بار همان کسانی که حاملان و عاملان و کارگزاران تغییر تاریخی بودن، این بار به بقا میکوشن و تمام تئوریشون میره سوق پیدا میکنه که چگونه بقا داشته باشن، چگونه خودشون رو حفظ کنن. یک جریان به نام جریان اصلاح طلبی هم از همین قاعده پیروی میکنه. تا وقتی به اصطلاح یک هستی شناسی مبتنی بر سیرورت داره، مبتنی بر شدن داره، که اصلاح طلبی قرار بوده که چنین هستی شناسی داشته باشه، چنین آنتولوژی داشته باشه، تا وقتی که اپیستمولوژیش یا معرفت شناسیش مبتنی بر شدنه، مبتنی بر حرکت، مبتنی بر تغییره، در رود تاریخ روان میشه، در عرصه تاریخ روان میشه. اما زمانی که بالاخره تبدیل میشه به یک حالت نظام و بالاخره به حفظ قدرت و حفظ خودش میاندیشه، از اون تغییر باز میسته. دیگه تغییر رو بر نمیتابه، نه تغییر گفتمانی رو بر میتابه، نه تغییر نظام اندیشگی رو بر میتابه، نه تغییر نظام ارزشی رو و هنجاری رو بر میتابه، نه تغییر در ساماندهی رو بر میتابه، نه تغییر در گروه های مرجع خودش و نوع ساماندهی و تشکیلات رو بر میتابه. همه چی به طور فزایندی میره که مومیایی بشه، از حرکت میسته. و این جریان منبعت برای موزه خوبه، اینو باید پشت ویترین‌های موزه گذاشت، در عرصه اجتماعی که عرصه تحرک و تغییرات مداومه و سیرورت مداومه، نسل داره تغییر میکنه، فرهنگ داره تغییر میکنه، سبک داره تغییر میکنه، اندیشه داره تغییر میکنه، یک کنشگر مومیایی شده نمیتونه نقش آفرینی بکنه. پس بنابراین اون چیزی که جریان اصلاح طلبی دوچاره شد اینه که به طور فزایندی سترون شد. به طور فزاینده هم به لحاظ گفتمانی سترون شد، هم به لحاظ اندیشگی سترون، هم به لحاظ کنشگری و ساماندهی تشکیلاتی به اصطلاح سترون شد و زایش نداشت، خلاقیت نداشت. بنابراین در درون خودش خشکید، در درون خودش به اصطلاح پشمرده شد و از اون تراوت به اصطلاح بیرون اومد. طبیعی است که در این حالت دستی هم برون بالاخره وجود داشت که فضا سازی میکرد و فضای بازیگری رو از جریان اصلاح طلبی میگرفت و بالاخره یک نوع بازنمایی کدر از جریان اصلاح طلبی رو در افکار عمومی به اصطلاح رواج میداد. و خب اونم حکم طبیعتش، اون دیگر جریان اصلاح طلبی بود، به حکم طبیعتش داشت حرکت خودش رو میکرد و داشت چهره‌ای مشکی و سیاه از جریان اصلاح طلبی تصویر میکرد و حک میکرد روی تابلوی ذهنی انسان ایرانی و جامعه ایرانی. خب اینا ها دست به دست هم دادن، ولی همونطور که گفتم جریان اصلاح طلبی به یک معنا مصادره شد، به یک معنا قبضه شد، نه توسط دیگر برونش، بلکه به اعتقاد من توسط دیگر درونش، که اون دیگر درونی است که ماسکی و صورتکی اصلاح طلبانه بر چهره داشت، جریان اصلاح طلبی رو از درون مصادرش کرد و از اون یک ابزار قدرت ساخت، از اون یک برج بابل ساخت که میتوان بالا رفت و به قدرت رسید و در بازی بزرگتر قدرت سهمی داشت. و خب طبیعی است که بالاخره این فضایی که ایجاد شد، جریان اصلاح طلبی از اون حرکتش ایستاد، از اون تراوتش ایستاد و تبدیل شد به یک بازی کوچک در درون بازی بزرگتر قدرت،
تبدیل شد به یک بازی کوچک سیاست در درون بازی بزرگتر سیاست، که برای اینکه بتواند سهمی از قدرت داشته باشه با منطق قدرت به اصطلاح خوگر شد، با قواعد قدرت بازی خودش رو منطبق کرد و با اخلاقیات قدرت، با الهیات قدرت خودش رو منطبق کرد. خب طبیعی است که با اون تصویر و تصور تاریخی که در ذهن مردم ما از یک جریان اصلاح طلبی شکل گرفته بود و اون انتظارات رو داشتن، به طور فزاینده فاصله گرفت و در عمل نشون داده شد که یک بازی در بازی بزرگتره که وقتی به قدرت میرسه آن میکند که در بیرون قدرت نافی و عدویشه و نقدش میکنه و فانکشنش و کارکردش در عرصه قدرت تفاوت جدی نمیکنه با آن کسانی که او بیرون قدرت نقدشون میکنه. و بنابراین خود جریان اصلاح طلبی هم به طور فزایندی به جای اینکه به صورت یک راه برون رفت از مشکلات جامعه فهم بشه و درک بشه، به طور فزاینده خودش تبدیل شد به یک جزی از مشکلات، نه راه حل مشکلات، و خب طبیعی است که به حاشیه کشیده شد و در شرایط کنونی که میدونیم که برقا با یک نوع بحران سرمایه اجتماعی مواجه است، با یک نوع بحران مقبولیت و مشروعیت مواجه است، با یک نوع بحران کنشگری مواجه است، با یک نوع بحران به اصطلاح حتی ساماندهی تشکیلاتی و حفظ به اصطلاح نیروهای خودش مواجه است. و خب طبیعی است که بارها گفتم، عامیانه گفتم، که دیگه امکان نداره با این ریش رو بری تجریش. باید اگر میخواهیم که به اصطلاح جریان اصلاح طلبی به مثابه یک آلترناتیو جدی آینده جامعه ما باقی بمونه، باید طرحی نو در اندازیم، باید گفتمان نوعی رو تدوین کنیم و تقریر کنیم، باید ساماندهی تشکیلاتی جدید داشته باشیم، حتی باید حاملان و عاملان جریان اصلاح طلبی رو درش تغییر بدیم، اجازه بدیم که کسانی که دیریست چنبره زدن و از رهگذر جریان اصلاح طلبان منفعت و قدرت خودشون رو جستجو میکنن به یک تعطیلات تاریخی برن و بتونیم نیروهای جوانتر، شادابتر، خلاقتر، با انگیزه تر و سالمتر رو جایگزینشون کنیم. این تنها راه رهایی جریان اصلاح طلبی وضعیت کنش. شاید جریان اصلاح طلبی در دوران آستانگی به سر میبره، در یک دورانی به سر میبره که اگر از این دالان پرپیچ و خم و پیچیده و از این هزار تویی که الان در شرایط کنونی جلو راهش عبور کرد، میتواند از درون خودش رو متحول بکنه و به صورت یک آلترناتیو جدی در منظر و مأوای نسل آینده هم حفظ بکنه. در غیر این صورت جریانی از برون خودش رو تحمیل میکنه و جایگزین جریانات مسلط جامعه ما میشن، چه اصولگرایی و چه اصلاح طلبی مرسوم. بنابراین به حال جریان اصلاح طلبی میتواند بر اساس یک اراده معطوف به آگاهی و معطوف به تدبیر شرایط آتی تحولی را اکنون در خودش ایجاد بکنه، در سطوح مختلف، در لایه‌های مختلف و به اصطلاح در افق معنایی یک نسل آینده ما باقی بمونه. و اگر چنین حرکتی رو نکنه و چنین اراده ایجاد نشه، من مطمئنم به صورت فزاینده‌ای این فرصت و این فضا از جریان اصلاح طلبی گرفته خواهد شد و اگر در آینده بخواد چنین اراده بکنه دیگه این امکان براش وجود نداره، چون جریانی از برون میاد و خودش رو تحمیل میکنه و جایگزین جریانات مرسوم و معلوف جامعه ما میشه. بنابراین باید این اراده شکل بگیره که من این اراده نمیبینم.
من متاسفانه این اراده نمیبینم، این اراده جدی که معطوف به هم تغییر گفتمانی باشه، تغییر نظام اندیشگی باشه، تغییر ساماندهی باشه، تغییر گروه های مرجع باشه، تغییر نیروهای به اصطلاح رهبری کننده باشه و تغییر نوعی اخلاقیات و الهیات جریان اصلاح طلبی باشه. این یک اراده جدی میخواد که من این رو نمیبینم و فرضم این نیست که به اصطلاح این کنشگر کنونی که به نام اصلاح طلبی نامیده بشود از این انگیزه و انگیخته برخوردار باشد که قدم در این راه پرپیچ و خم بگذاره، قدم در این هزار تو بگذاره و به اصطلاح با موفقیت بتواند به سر منزل مقصود برسه. و خب برای همین شاید با قول بزرگی آنچه میبینم نمیخواهم، آنچه میخواهم نمیبینم در جریان اصلاح طلبی، با قول شفیع کتکنی. و اما کماکان امیدوارم که نسل جدیدی که درون جریان اصلاح طلبی داره میجوشه بتونه اراده خودش رو تحمیل بکنه، بتواند روزنه ای بگشاید، دریچه بگشاید تا نسیم نوعی، نسیم تازه‌ای به فضای جریان اصلاح طلبی دمیده بشه، روح جدیدی به این کالبد نیمه مرده و کرخت و منجمد به اصطلاح اصلاح طلبی دمیده بشه و ما باز شاهد این باشیم که در آینده جریان اصلاح طلبی به صورت یک جریان بالنده، یک جریان خلاق و شکوفا و آوانگارد به یک معنا، آوانگارد و پیشتاز در عرصه اجتماعی، فرهنگی، معرفتی، گفتمانی و اندیشگی و عملی و کنشگری جامعه ما حضور داشته باشه و بتواند به اصطلاح رهی به سوی آینده بهتر برای جامعه ما بگشاید.